توی پس منو پیدا کن. سلام و درود خدا برای شما. امروز اومدیم با یک مهمان ویژه، سلاطین جی تی ای، آقا حمید جیمستر. آقا خیلی مخلصم. سلام علیکم آقا، چطورید؟ الان میدونم همه تو پشماتو ریختی، ما اینجا چی کار میکنیم بابا؟ اومدیم این چالش هایی نمیدونم قایم شو فلان شد، شما تو جی تی ای رفتیم آمدیم، حالا تو پی اس قراره بریم، ما بلد این چی کار بکنیم، خیالت راحت بشه. آره ما ماشین قایم میکردیم نداشت. آقا امروز ما توی پس قایم میشیم، یعنی من قایم میشم و حمید باید منو پیدا بکنه. من حمید توی ویدیو 4 تا بازیکن میشم، یعنی ما 4 تا نیمه داریم، هر نیمه من یه بازیکن به خصوص میشم. شما اگر یه بازیکن رو حدس بزنی 100,000 تومن میگیری، 2 بازیکن 200 تومن، 3 بازیکن 300 تومن، 4 بازیکن 400 تومن. اگر بتونی همه رو حدس بزنی هر 4 تا بازیکن رو، 1,000,000 در مجموع میگیری. اگه بدونی چقدر به پول الان نیاز دارم، اگر بدونی. اوکی آقا، الان که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، توی چنل حمید هم به احتمال خیلی زیاد یه ویدیوی دیگه هم اونجا آپلود شده. حتما چنل حمید رو از دست دادین، آقا حمید رو که همه میشناسن. قربونت داداش، خیلی مخلصم. ان شاء الله که بیاد اون ویدیو هم خوشتون بیاد دیگه. بریم آجی، بریم که میخوام آجی یه تومن رو بزنم. ببین این بازی انقدر کثیفه که حتی اون پایین اسم بازیکنت هم نمی‌نویسی. دقیقاً. آقا من یکی از بازیکنای پرتغالم. آجی فهمیده من کریسمنم داره پرتغال میاره. من یکی از بازیکنای پرتغالم و روبرومون آرژانتینه. ترکیب پرتغال اینه. میتونی همین الان ببینی که بازیکناشو دیگه بدونی کیا تو ترکیبه. ان شاءالله که از دفاع برنامه. حاجی من میتونم اشاره ام بکنم کدوم بازیکن؟ آره میتونی بگی. اگرم تو مثلا توی نیمه اول نمیدونم، توی نیمه اول تو فرصت داری تا آخر نیمه حدس بزنی حمید، مثلا تا دقیقه 45 فرصت داری حدس بزنی من کدوم بازیکنم. اگه خواستی زودتر حدس بزنی هم میتونی، ولی اگه اشتباه بگی منفی 100 میشی، یعنی منفی میشی، بد میشه. شما الان سفر رو نگاه نکن، من میخوام بازیکن بگیرم. ببین ما باید یا دفاع برداریم یا وسط برداریم. حاجی برونو فرناندز رو روش اشاره کرد، ولی من روبن نوز رو نگیرم، ژائو فیلیکس رو من میگیرم. دارم واسه حمید. آقا میتونی بیای آقای حمید خان. بریم. یا ابوالفضل شروع شد بازی. وای حمید خیلی باید دقت کنی، یا خدا شاهده من یه نفر رو آوردم نتونست حدس بزنه. ببین وای خودی خیلی سخته. بله خیلی سخته. بله ببینیم کی مثل آدم داره بازی میکنه، کی مثل NPC. آفرین دقیقاً. حس میکنم تو دفاعه. ببین الان لازم نتم چیز شد، قد شد، نمیدونم شانسم موقع ریکورد مخابرات چیز میکنه. ببین من همینی که الان توپ دستش بود شکم رو اینشون بود. خب من وسط دفاع وسطه فعلا رو شک دارم. آها هنوز وقت هست میتونم نگاه بود. حاجی خیلی استرسیه واسه من، من یه حرکت اشتباه بردارم تو میفهمی. حاجی بابا خب اصلا هیچ کدوم این بات بازی نمی، همه شد. بله تمرین کردم من صبح تا شب شبانه روز تمرین کرده این بجم با تمرین کردن بات بازی کنه. حاجی شک نکنه. یا علی که داشت میگفت بچه نکته انحرافی بوده دیگه. حالا من شاید اون وسط یه سری چیزا بگم که شما انحراف پیدا کنی دیگه، یعنی همینجوری که تو میگی. ببین من حس میکنم، میگم همون کسی که تو دفاع بود من حس میکنم اونه، به یه دلیل. ببین تو وقتی داشتی با اون بازی میکردی گل خوردیم یه لحظه صدای دستت اومد پاس دادی. یا ابوالفضل صدای دستت از کجا تو من میگی؟ گرفتم همین یارو وسط، یه نگاه نکنه میره سمت چپ، اون دقیقا حس میکنم همونه. حاجی یه حس بزرگی بهم میگه سانت کن همینی که پاس برگرد رو. ببین یه حسی بهم داره میگه خب اون ژائو فلیکس تو برداشتی دیگه. حالا هر الان نمیتونی بگی یا تا دقیقه 90ش، یعنی 45ش میخوام ساب کنم، میتونم اونجا بگم دیگه قبل اینکه نیمه. آره میتونی بگی حتی نیمه هم تموم شد میتونی بگی. خود همین بود، این پسره کی بود پاس داد؟ همین الان پاس دادی. همین الان هم میتونی بگی اسمشو نمیدونم. اسمشو نمیدونم شاید ژائو فلیکس نباشه. حالا دیگه من نمیدونم، حدس تو بزن. وای اسمار حاجی، من باید عکس میگرفتم از ترکیب، حواسم نبود واسه الان ترکیب. میشه ترکیب تو ببینم حدسی یه نگاه بندازم به موی سرش. میتونی همین الان بیا حاجی، انتخاب میکنم ژائو فلیکس.
آخرین گزینه. آره؟ آره. درست گفتی. من بذار ترکیب عکس بگیرم حاجی، من قاطی میکنم. آقا وایسا. نه من یه تیم دیگه رو برمی‌دارم. این داره همه رو تشخیص میده. نمیشه اینجوری که. حداقل تیمایی بیار بازیکناشو بشناسم، نه یه تیم بریم مثلا. مثلا دو قزآباد باشه، مثلا دو قزآباد لند باشه، مثلا من هیچی ندارم. انگلیس خوبه. انگلیس و برزیل. انگلیس و برزیل. ما انگلیسی. این ترکیب انگلستان. آقا میشه یه چالشی بذاریم اینجا؟ ببین یه سری بازیکنان من واقعا نمیشناسم. یعنی خب بذار اونایی که میشناسی رو بیارم. تو مثلا آرنولد رو میشناسی؟ نه داداش. رشفورد رو میشناسم. رشفورد رو بذار بذارم به جای ساکا. خیلی بهتر شد. میسون مونت نمیشناسم. هری مگوایر دیگه. ببین نگاه. فودن میشناسی؟ فودن. فیل فودن. فودن رو میارم به جای این. برو برو من یکی بردارم. ببین کیو بردارم. این همه رو داره حدس میزنه. سی بهم میگه احتمال 90 درصد میره هری مگوایر برمیداره. ببین من میگم آجی دفاع چپ برداریم، مثلا لوکشا رو برداریم. لوکشا صد ببین عمرن لوکشا رو حدس بزنه. یه چیزی میدونم که میگم. من حدسامو زدم اصلا این اول کیو برمیداری. ولی نمیگم که تو باز الا عوض نکنی. بچا به این فکر کنید که ما درست حدس بزنیم و وای اگه چرتوس بگم حاجی یه تومن میاد حسابم. یه تومن میدونی یعنی چی؟ من گفتم یکی دو تا رو میگی تو. فکر مثلا ما جی تی ای بازی میکنیم حاجی هیچی نمیتونیم حدس بزنیم واقعا. بابا من فیفا باز آوردم نتونست حدس بزنم. تو چجوری داری حدس میزنی؟ حاجی نگاه حالا همشون دارن تکراری بازی میکنن. خب حمید جان ببین فکر کن. ببین من یه حس به ویورا گفتم دیگه الان نمیتونی عوض کنی. یه حس زیادی بهم میگه تو هری مگوایر برداشت. حالا من دیگه نمیدونم آقا. ببین بسم الله میگیم بچه‌ها قشنگ باید نگاه کنیم. ببین این پاسا، ببین این پاس از یه بات بعید بود. میگم که الان میمه آیم خوزه مورینیو بعد بیاتاجی یو کتابو میبنده میاد جلو. اینقدر خوب دارم بررسی. بابا چرا دفاع انقدر بدیه؟ ببین بچه ها رو هری مگوایر و دروازه‌بان من شک کردم، مخصوصا با این پاسی که آقای هری مگوایر داد. خب 32 دقیقه. ببین من 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم بچه ها. الان آنالیز نهایی رو باید بکنم. قشنگ خوب نگاه. هری چرا توپ رو نگرفت؟ دیگه من نمیدونم آقا. هری چرا اونجوری داره برمیگره عقب میاد جلو؟ بچه ها مشکوک میزنه اون هری ها. نگاه چی دیگه مثل بات بازی نمیکنه هریه. خدا آفرین آفرین من بچه ها توی دروازه هر شاده گل شرکت کردم. من کسی هم که ایسکایی زد مشکوک بود بچه ها، چون دوید رفت سمت بازیکن ها. تموم با سرویس شدم بر طبل جادانه بگو. وای اگه بتونم درست حدس بزنم. عمرن نمیتونی بگی. بین سه تا بازیکن موندم، بین دروازه با موندم هری مگوایر و آقای آرنولد. ببین دروازه‌بان یه ذره مشکوک بود برام. الکساندر رو نمیدونم. حاجی من دروازه‌بان انتخاب بکنم. مطمئنی شما دیگه؟ مطمئن. مطمئنی؟ صد؟ صد. اشتباه گفت. خدایا جان. الکساندر بودی؟ نه الکساندر هم نبود. اصلا تو توی گزینه‌هات نبودم. من انقدر خوب بازی کردم. هری مگوایر هم نبودی. نه من این بودم. خیلی دور بودی. اصلا می‌خواستم هم نمیتونستم بهش دقت کنم. ای بابا یه تومن از دست دادم. دقیقاً همین بازیکن انتخاب کردم که حسامم نتونست بگه چون دوره. کسی اون دور رو نگاه نمی‌کنه. آقا تیم شما اصلاً کیو میشناسی؟ شما بگو من چیو بردارم. تیم ملی فرانسه بردار. فرانسه. تیم فرانسه اینه. دمبله رو میشناسی؟ بذار دمبله رو بیارم تو. دمبله رو میشناسم. بنزما رو میشناسم. اینو من خودم هم اینو نمیشناسم. کاماوینگا رو میشناسی؟ کاماوینگا بله. خب کاماوینگا هم اینجاست. اینجا شوامنی. چرا بنزما نیست؟ کریم کجاست؟ بنزما خداحافظی کرد داداش. جان تیم ملی ناموسن تموم شد. جام جهانی خداحافظی کرد دیگه مصدوم شد نیومد. کاماوینگا میشناسم. اون راستیه کیه؟ کی این؟ آره کومنه. این تو بایرن بازی میکنه. کومن میشناسم میشناسم. آره. میشناسم. خب ترکیبو که دیگه تغییر نمیدی؟ نه ترکیب تغییر نمیدی. خب یه عکس بگیرم من از ترکیب. خدا این میخواد ببره. آره من هر چی دیگه کلک میدونستم بهش زدم. نمیدونم اون صدای منو نداره. من میگم بریم مهاجم، بریم کیلیان آجی، بریم دمبله شیم خدا وکیلی. نه 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 امباپه میشم. ببین امباپه میشم تنها شانسمه. آقا بازی شروع شد بیا. بازی شروع خب شد بیا. بچه این سری جایی که هر این تکله چی بود الان؟ خیلی مشکوک بود. آقای دمبله تو لیست من میمونی؟ یا اول بس داره میه میزه.
مافیا هاجی دیدید برگه میدم آه شما مافیایی برادر. ببین باتی چرا اینجوری بازی نمیکنه بچه، دید چیری توپو داشت، نگاه باتی اینجوری بازی نمیکنه توپو برامون اون وقت بات سری پاس میده، نگاه چیری بازی میکنن، نگاه کن مشکوکه ایشون کیه داره اینجوری غیر میده اون وسط تهش هم خراب کرد. کاپیتانشونه بچه ها، بازوبنده کاپیتانی داره هرناندس یزید همه رو میشناسه. چیزا شد نصف اونون گیم نتا پی 13 بازی میکردیم دوران ایکس باکس 360 یا اول فرز این تازه داره اعتراف میکنه، قبل ویدیو میگفت من فقط جی تی ای بازی میکنم. ببین میدونی برای چی مشکوکم الان به هرناندس؟ اومده وسط حمله، نگاه هرناندس اومده تو، داداش شما کاپیتانی عزیزم با برگردی بیرون، نگاه دفاعی ندارن. وای خواهی حمید خان یه کاری کردی که من نهایت لیول خودم رو به تو نشون بدهم برادر. حاجی خیلی گزینه ها سخت شد، اون از دروازه‌بانی که بازیکن هنوز تو محبت نیومده شدم همین دست تو، از دست تو سرویس شدم، دست تو. ای وای ای وای ببین اون هرناندز شاد دیگه حاجی البیه، البی شاید میاد جلو. من این چیزا رو خوب نمیدونم بچه ها، این چی بهش میگن، چی که بازی میکنن، لوکیشنی که بازی میکنن، این مثل فیفا مثلا... نیست آقا، یه دونه دفاع چپ بیشتر نداری، مثل فیفا نیستی. اگه طرف جلوتر که بازی رفت باز همچنان داشت میومد جلو، این اسم کنم میترش طبیعی جلو میداد آجی، مثلا آره این دفاع میاد جلو. اگه طرف ببین یه جا یه سوتی دروازه بند داد، من نمیدونم چرا باید یه رندوم به دوی بیای پشت محوطه تو پای ایلینگ هالند. اصلا خیلی مشکوک بود. دمبله که حذف از گزینه ها. یه بار دیگه ریسک میکنم رو دروازه بان به خاطر اون حرکت اشتباهی که زد. مادر من سیده. یا اول یه بپرسم، بذار بپرسم. الان میام. مامان دروازه بان یا دفاع؟ مامانم گفت دروازه بان. ریسکشو میکنم میام دروازه. 100%؟ 100%. اشتباه. اصلا توی گزینه هات نبود. خدای شکرت. اوه حاجی چجوری بازی میکنی من نمیفهمم. به نظرت کی بود؟ به نظرت کی بود خدای وکیلی؟ امباپه؟ آره. بابا بیخیال. حاجی اصلا نمیتونم دیگه شک کنم. آخرین بازی آقا با شما یه دونه آخریش اگه دو تا رو بتونی حدس بزنی. خدا رو شد دوتا رو حدس نزد. وای خیلی دیپاره شدم من دست تو. یه تیم بگو. برزیل بیا. برزیل بیا. برزیل بیا. برزیل برمیداریم مقابل لهستان. ترکیب برزیل، ترکیب برزیل اینه. فکرم اینو فقط تو اینا رو نمیشناسم. وینیسیوس جونیور، رافینیا، وینیسیوس جونیور، رودریگو میشناسم، فردو نمیشناسم. نوزو فردو بذار کیه برم بیرون. فرد آنتونی نیمار رو میارم. نیمار رو بردم تو. آقای حمید خان نبین. رفتم بیرون. رفتم. تا حالا توی ویدیوهای کلاب کسی منو اینجوری اذیت نکرده واسه خدا وکیلی حمید، دهن منو سرویس کردی. آقا من لهستانو از قصد مقابلم برداشتم چون میدونم تیم ضعیفی زیاد بهمون حمله نمیکنه. الان این ذهنش میره به سمت مهاجما. ریسکی هاجی، ولی من نیمار رو برمیدارم از قصد. ریسکی بزرگیه. بازی شروع شد. بازی شروع شد. ان شاءالله که این سری بچه‌ها حق به حقدار میرسه. ما اول نگاه میکنیم به نوع بازی. آقایون من بهتون گفت به 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 توی دروازه دقیقه دو آفساید بود. چه گل زیبایی. آفساید نبود. اصلا حمید نفهمید چی شد. این خوبه خدا شد. به این نکته هم توجه کن که چرا من لهستانو برداشتم. لواندوفسکی مخاطر لواند مگه چشو ابروی لواندوفسکی رو من دوست دارم. دیگه لحظه فکر نمی‌کنی که چرا من لهستانو برداشتم؟ لهستان برای چی برداشتی؟ نه بذار بازیکنای تیم لهستانو نگاه کنم لحظه. خب خب اون سفید این زرد من از کجا بدونم؟ ما این دست و حمید تشخیص نده، من یه چیزی میدم، یه نظری میکنم. این حمید فقط دادشو نظر رو بده به من. خب داداش نظر رو بده به من. من گفتم به پول نیاز دارم. داداش نظر رو بده به ما. اصلا رندومه هاجی این چالش. ببین اولیه رو فهمیدم به یه دلیل فهمیدم بچه ها، صدای خاصی که داد اومد تو میکروفون. ای خدا قشنگ اومد. قشنگ اینجوری دکمه رو قشنگ دکمه ایکس باکس هم بود. تا این حد با دیتیل فهمیدم که با چه دسته ای هم داری بازی میکنی. دسته PS5. آقا بچه ها به نظرم تو حمله است. 35 دقیقه وقت دوستان. ما بین دو نفر الان شک داریم. ای خدا بین ویسیوس کاری کن اینترنتش تموم بشه. اوه
چه پاسی داد؟ این پاس مشکوک بود. این من خودم هم نمیتونم تشخیص بدم با این مدلی که دارم بازی میکنم کیم واقعا، یعنی در اون حدی نازل شدم که نمیدونم. حاجی وقت اضافه نده، تو رو خدا وقت اضافه نده، تو رو خدا وقت اضافه نده، چرا وقت اضافه نده؟ وای ندیا ندیا وقت اضافه. وای خدای من، وای باش باش چرا ضعیف مقابل قوی برداشت؟ چون بازیکنی داره مثل نیمار، مثل وینیسیوس جونیور. ببین آقای از وقتی که من ضعیف برمیدارم یعنی چی؟ آیا ضعیف خوب میتونه حمله کنه یا نمیتونه حمله کنه؟ تو باید ببینی دوربین بیشتر روی کجاهاست. دوربین کجاها نبود، اونجاها مهمه. آه واستا، این سری دیگه دروازه‌بانی. ببین اگه اینم اشتباه بگم این خاک بر سر من. حاجی ولش کن، 100,000 تومان هم بردیم، 100,000 تومان حاجی میرم یه همبرگر میزنم، یه چیزی بالاخره میتونم بزنم. آره دروازه‌بان، حاجی دروازه‌بان نبود دروازه‌بان. تو چرا به من اعتماد میکنی؟ من دارم دریوری میگم، ذهن تو رو منحرف کنم. یعنی چی دوربین یه جا نبوده، دوربین یه جا بوده؟ اعتماد میکنی؟ وینیسیوس بود. نه نیمار بودم. آقا شما سه بار باختی، اولین بار رو برنده شدی، 100,000 تومان تقدیم به شما میشه. ممنون از اینکه در این ویدیو حضور پیدا کردی و باختی. بچه واقعا فکر نمیکردم مهدی اینقدر NPC باشه. انا رو بذار گفت بدم خیلی کثیف بازی کرد. بازی روانی، بازی روانی. آخه داره میگه لهستان برای چی من رو بردم؟ من هرچی نگاه میکنم یه بازی حمله ضعیفه. خب قطعا منظورش اینه که اصلا به دروازه نمیرسه. اصلا لواندوفسکی هم تو نبود. وای حاجی آقا باختم دیگه، واقعا چی بگم؟ انتقامش تو ویدیو خودم میگیرم. ممنون از اینکه این ویدیو رو نگاه کردین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو حمید رو حتما بیاین ببینین. دم آقا حمید گرم که حضور پیدا کرد. داداش تا یه سری افتخار دادی، قربونت برم. حرفی سخنی؟ موفق باشید، حتما ویدیو رو حمایت بکنید که ویو میلیونی بخوره دیگه. دمتون گرم. قربان شما، اون مواظب به خودتون باشید. خدا نگهدار. خداحافظ بچه‌ها.